به نام خداوند بخشنده مهربان. کار کردن شرافت است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، ذاتی که در کتاب مقدس خویش می فرماید: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. و بگو عمل کنید، پس بزودی الله و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و بزودی به سوی الله دانای پنهان و آشکار باز گردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود و رحمت و برکات الهی بر او و بر آل اصحاب و پیروان راستین او باد. اما بعد، نظر اسلام نسبت به کار کردن نظر بزرگداشت و تمجید است، چون کار کردن راه ترقی و تقدم است. کسی که در آیات قرآن کریم تأمل نماید در میابد که در آن به شکل صریح برای کار کردن که باعث آبادانی جهان و تحقیق خیر در دنیا است دعوت نموده، چنانچه خداوند متعال می فرماید: هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، و شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد. و در آیت دیگری فرموده است: هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و الیه النشور. او کسی است که زمین را برای شما آرام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن را بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه به سوی خداوند است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس هنگامی که نماز پایان یافت، برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. برای اهمیت عمل دستور به آن مستقیم بس از دستور نماز آمده است. و حضرت عراق بن مالک رضی الله عنه وقتی نماز جمعه را ادا میکرد بر دروازه مسجد ایستاده میگفت: پروردگارا، من دعوت تو را اجابت کردم، فرضت را به جا آوردم و همان طوری که امر کردی پراکنده شدم، پس از فضل و کرم خود برای من روزی نصیب کن و تو بهترین روزی دهندگان هستی. همچنین احادیث مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم مملو از فرامین کار کردن و جدیت بر آن است، به این اعتبار که کار کردن شرافت و عزت است و باعث حفظ کرامت انسانی می شود، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: بهترین کسب خرید و فروش پاک و کار کردن مرد با دستانش است. و در حدیث دیگری می فرماید: اینکه یکی از شما بر پشت خود هیزم جمع کند برایش بهتر از این است که از شخص دیگری چیزی بخواهد، شاید برایش بدهد یا ندهد. و سفیان سوری رحمه الله بر مردمانی که می گذشت در مسجد حرام نشسته بودند و با آنها می گفت: به چیز باعث شده که در اینجا بنشینین؟ گفتند: چی کار کنیم؟ گفت: از فضل الله بطلبید وای و بار دوش مسلمانان نباشد. و حضرت عمر رضی الله عنه می گفت: هیچ کسی از شما نباید از طلب روزی باز استد و بگوید: پروردگارا، برای من روزی عطا بفرما، چون شما می دانید که از آسمان طلا و نقره نمی بارد. و به خاطر شرافت و اهمیت کار، پیامبران علیه السلام همیشه با دستان خودشان کار میکردند، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: داوود علیه السلام از عمل دست خود روزی میخورد. و در حدیث دیگری میفرماید: زکریا علیه السلام نجار بود و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستان مبارکش کار میکرد و خدمت اهل خود را انجام میداد. حضرت عایشه رضی الله عنها فرموده است: پیامبر صلی الله علیه و سلم کفش های خود را رنگ میکرد و لباس خیش را میدوخت. همچنین او صلی الله علیه و سلم ما را حتی در آخرین لحظات زندگی خیش به کار کردن دستور داده فرموده است: اگر قیامت در حالی برپا شود که در دست یکی از شما نهالی بوده باشد، پس اگر بتواند پیش از قیام آن را غرس نماید، باید این کار را انجام بدهد. برخی از شرافت عمل این است که شریعت اسلام برای کسی که به خاطر کسب روزی خود و معاش فرزندان خویش کار میکند پاداش شهید را قرار داده است. و قرآن کریم میان کار کردن و فداکاری در راه حق رب داده است، طوری که خداوند فرموده است: و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. و گروهی برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر میکنند و گروهی نیز در راه الله جهاد میکند. مردی از نزد رسول علیه السلام گذشت،
یاران او وقتی کار و تلاش و فعالیت او را دیدن آن را پسندیدن و گفتن ای رسول الله کاش این مرد در راه الله مجاهد می بود. رسول الله فرمود اگر او برای طلب روزی فرزندان صغیر خود تلاش نماید پس او در راه الله هست. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر اشرف خلق حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. اسلام از ما تنها کار کردن نخواسته است بلکه ما را بر اتقان و درست انجام دادن آن برای کسب رضای الله نیز دستور داده است و الله جل جلاله برای کسی که عمل خود را به درستی انجام بدهد پاداش بزرگ وعده کرده است، چنانچه می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بدرست کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. همچنین درست انجام دادن کار از اموری است که الله متعال آن را درست دوست می دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید خداوند دوست می دارد وقتی یکی از شما کاری را انجام می دهد باید آن را به وجه احسن انجام بدهد. همچنین کار کردن مسئولیت بزرگی است به دوش کارمندان. خداوند متعال می فرماید و ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. در هیچ کار و حال نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمیخوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما حاضر و گواه بر شما هستیم. هنگامی که در آن عمل وارد میشوید و هم وزن ذره در زمین و نه در آسمان به پروردگارت پوشیده نمیماند و نه کوچکتر از آن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از احسان پرسیده شد در جواب فرمود احسان به معنای این که الله را چنان عبادت کنی که گویا او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی ولی او تو را میبیند. پروردگار برای ما توفیق انجام کار خیر نصیب بگردان. مصر و همه کشورهای جهان را از هر بدی حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.